سابق می دیدم مارکت 150 دکون بودیم، مارکت مارکت قدیمی کلون بود 150 دکون قدیم فروش بود وقتی که پدرم اونجا با کاسبی میکرد ما خوب بودیم زمان دیگه ما 100 دکون مونده کم کم همینا بین میره. بله سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به یکی دیگر از گزارش های چینل یوتیوب فرهاد آروین. در حال حاضر به چهارسوق هرات هستم و میخواییم از بازار قالین های دستی برای شما عزیزان گزارش تقدیم کنیم. در ادامه با ما همراه باشید. خب دوستای عزیز، به این قسمت چهارسوق هرات یک مارکت بزرگ هست که قالین های دستی رو به فروش میرسانه. خرید و فروش قالین های دستی در داخل از این مارکت میشه که مارکت کلان هست که انواع قالین های دستی رو هم به اینجوگا دارم. لالا جان مصاحبه نمی کنین، مشکل نداره، این دوست ما گپ نمیزنم، برم خود شما همیت جلوتر و دوستایی که دیدیم و خود اونها صحبت میکنیم. بیایم برم به این طرف خود شما. لالا جان اشترم بخیرم، سلامتم، زنده باشم، چای میزنیم دیگه. بفرمایید چای. زنده باشین. چای سبز کرکیه. خوبه دیگه، بد نیست. اسم شما؟ قربان علی. قربان علی جان، چرا میگن چای سبز کرکی؟ باشم با خدا دیگه میتونم. بشنیم شما هم میگن میگن چای سبز کرکی. بله بله بشنیم. خود دشلمه خوب مزه میده، کیفیت داره. نه باشه چای مزه نمیده. راست میگن با دشلمه‌ای که به هرات درست میشه. دشلمه هراتی هم دشلمه یک دشلمه یک کتری رو جواب میده. جواب میده خدای من. چه کار بکنم قربان علی جان به این مارکت؟ سرایدار هستن. سرایدار هستن. از قالینا مواظبت میکنن. بله، ادم قالینا می واسکتا یا لگان. بله. ایشتن کاروبار به اینجا گا. کاروبار قالین فروشا. اون مزه نداره. مزه نداره. یعنی کسی خرید و فروش نمیکنه. خیلی میاد. خیلی کم. کم شده بازار. بخیر باشن قربان علی جان. موفق باشین. زنده باشین. سلامت باشین. خب قربان علی جان سرایدار ای مارکت بودن. بیاییم ببینیم که اینجگا در داخل از این دکان کسی نیست، ما میرم داخل دکان ببینیم که صاحب دکان پیدا میشه یا نه. اینجگا میبینیم دوستا که قالین های دستی زیاده و ای که انواع مختلف قالین رو به اینجگا داریم، هم قالینچه دارن، هم جای نماز دارن و هم قالین های کلان به اینجگا دارن. متاسفانه صاحب این فروشگاه نمیفهمم به کجا رفتن. بیرون میشم از این جگاه که به شانس ما صاحب این فروشگاه بزرگ نبودن. برم جلوتر هم میبینم که دکان های فروش قالین دستی هست. برم امی رقم خود شما که هر دوستی رو که دیدیم خود دوستا صحبت کنیم. اینجی هم فروشگاهیه که صاحب فروشگاه میان به داخل دکان. خب برم امی رقم جلو. اینجا هم که میبینیم داخل از این مارکت کلاه فروشی هم هست، کلاهای قندهاری. این رسیدیم اینجا هم فروشگاه یک کلانیه که انواع مختلف قالین هر دارن. بله کاکا جان رو پیدا کردم. کاکا جان اشتنم بخیر، سلامتن، زنده باشن، شما خوب هستن؟ سلامتن، زنده باشن کاکا جان، سلامت باشن، شما خوبم؟ الحمدلله. برم خود شما داخل کاکا جان. بفرمایید. ما کوکا سر با می دیکور کاروبار خودم بفرماییم. اینجا کاکا جان کلمه خرابه، بیایم بشینیم. الان اینجا بشینیم شما. بفرماییم بشینیم. بیایم شما پهلومه کاکا جان. خب بیایم به پهلومه، به خاطر که اعصاب شما فکر کنم خرابه. خیلی. چرا خرابه کاکا اعصاب شما؟ کاروبار نیه برادر. چی؟ کاروبار نیه. کاروبار نیه. ما 40 سال 45 سال قلم فروشم. 45 سال. 45 سال برادر کلم ما جاغا متخانم دارو 55 سال قلم فروشه. او خاله مصطفی شده به اقبال مارکت ما. بله. برادر همینجی کاروبار قالین خیلی خرابه تا اونجای با هم یعنی یقین کنن که بیزاریم از این کارو که یکی نیم لگری کنم ولی من کارای دکون قرزارو. بله یعنی به قدیم بیتر بودی کاروبار؟ سابق بیتر بود ولی دورا دیگه بیتر بود. یعنی چی شما میگن 45 سال کار میکنیم، 45 سال پیش تا به حاله بازار قالین یعنی او وقت بیتر بوده ها؟ وقت نخطارا بیتر بوده، قالینا بیتر بوده، استفاده زیاد میکردم، زیاد آوار میکردم. بله. فرشی ماشینی نبوده، این چیزا نبوده، گلین بوده یا قلین بوده دیگه، قلین ها وطنی بوده، بیترین قلین ها بوده سابق. دقیقا کاکا جان چند زندگی... نو قلین دارم به اینجا؟ یار انشالله خیلی، یک سی چل نو خوبیشتر.
گیرونترین قلینی که دارم چندیه؟ گیرونترین خورده کلون داره دیگه به حساب. مثلا همین قلینا کلون 6 متری. 6 متر است، از همین 30,000 شروع میشه تا به 60,000 تا. دارن تا به 60-70 داره. ما خود ما کمتر کار کلون از ما میده موله. میده موله. این اندازه جای نماز که هست. جای نماز از همین 2,000 شروع میشه تا به 10,000 جای نماز. 10,000 داره. بله. این که میگن همین قلینا که میخریم زیاد پا بخوره، زیاد کنه بشه ارزشی و بالا میره، ای چی گپ؟ منظور چیه؟ اون سابق بوده، همین جنسا خوب بوده، نخطارا خوب بوده، انتیک بوده موله قدیم. اون حال حالا مولا پیداش یک جان از ازی به 20,000 هم پیدا نمیشه. پیدا نمیشه. حال اگه بستونه. حال بستونه برو جان، حال چی دیگه بستونه؟ اول پول کرده که بیتره. از این مویدی ها که بیتره. مثلا از این مشین. یعنی اگه پا بخوره باز میخرم. پا بخوره ضرر نداره. میخرم اون تا کم تر شاید بخرم. شاید خراب نشه با من نخرم شاید بخرم. فعلا غلین بازار نداره. راست میگم بازار نداره. بازار داشته باشه کنه هم باشه نداره. ضرره نداره. نه خوردی و نه کلونی به حساب فرش خونه. چیز خوبی قلین دستی. متاسفانه که حالا دیگه اینو قدیمی تر شده. مثلا ما که قدیمی شد اینا قدیمی شد. بلیا. تشکر کوکو جان، خیر ببینیم. خب چه میکنه زفیار. دیگه به غیر از قلین چی داریم اینجی؟ قلین دیگه بسا اینا گلیمه. گلیمه ملکی ساخت ایرات هم به نام ملکی میگم مثلا از این خونه که ناخونک ها؟ به نام ناخونه یعنی تا گل برجسته غیلین و گلیمه. بیارم بم جلو کامره ما که ببینیم. خب این گل برجسته های اسم از این چی گفته؟ اسم از این دیزنگی بافت قلنه به بافت قلنه و دیزنگی ها؟ قوم دیزنگی منطقه دیزنگی هست. بله منطقه دیزنگی ها. این چند متره کوکو؟ این تقریبا دونیم متر شاید باشه. دونیم متر ها. چند قیمت هستی؟ قیمت از یاست 25,000 25,000 افغانی 20,000 افغانی. بله دیگه دستی دختر دست دست یعنی مثلا یه خان شما میت دختر شما دختر شده دقیقاً. بله این ساده نیست شما ان این مثلا این گلین ساده اه. این هم پیچ خورده بافته شده دقیقاً اشتباه از قلین خیلی ظریفه نیست آه خیلی ظریفه یعنی خان شما که دختر دست دوست کار دسته بله این هم کار دست شما یه هم پیچ خورده خیلی مشکل بافتن هست راست میگم ارزونه حالا فعلا با ارزش بگین 30,000 میارزه چلا همولو به 15,000 نمیخرم فعلا بازار اینیه راست میگن راست میگن کوکو جان تشکر کوکو جان دعا میکنم که کار خوشحال خوش باشه باشن. خدا ساعتی بده خدا شما رو تیار داشته باشه همه که تیار ما همه چیز هسته راست میگن آرامی آرامیم شکر خدا زنده باشن کوکو جان همه کارمی باشه با ما همه چیز هسته خدا من انشالله به کاروبار شما هم برکت بده میگم چای هم باشه تشکر کوکو جان بدون تعارف چای هم نبا کنه یعنی میرم با شما میفهم که همه چیز هسته میفهم همه چیز هسته تاج سرمانه چینل یوتیوب فرهاد آروین شما دیگه ما رو به یوتیوب بندازین که جنی رحمت 45 سال دیکندار بودم تو کاروبار کامل روی چیش زنده باشی از ما بم خارج هم بچا شاید نگاه کنه ان شاء الله که میبینن بچا شما سر در سر بر روی چیش خیلی دیگه هم گفتم بر روی چیش شما نی بر روی چیش بخیر باشیم حتما کوکو جان خداحافظ شما خداحافظ شما خداحافظ شما خداحافظ خب دوست عزیز ما هم بچه اینا به خارج بودن خواهش داشتن که بچه اینا ببینن این ویدیو امیت برم خود شما که به دیگه فروشگاه های قالینی که در داخل از این مارکت هست میریم به نزدیک دم دروازه فروشگاه زیاد است همون تا ما هم قدم زنان میرم خود شما به اون فروشگاه ها که خود دوستا صحبت کنیم چند دقیقه اینجاگاه هم کلاه میفروشن و واسکت میفروشن در داخل از این مارکت بیاییم برم خود شما امیت جلو که ببینیم که در داخل از این فروشگاه ها کدام دوستا آمادن و حاضر به صحبت هستن اینجی هم میبینیم که فروشگاه بزرگ هست نمیفهم که صاحب از این فروشگاه هست یا نیست یعنی برم خود شما جلوتر اینجاگاه هم قالین های دستی زیاده ولی متاسفانه کسی نیه قالینچه های دستی هم دوستا مختلفه که به اندازه جای نماز 6 متره 9 متره انواع مختلف داره ولی متاسفانه صاحب از این فروشگاه نیست نمیفهم که میاین یا که نه این قالین های دستی ظریف است دوستا
ارزش خاص داره، نه تنهایی که قیمت های ناگرانه، ارزش معنوی و بُعد تاریخی هم داره که هرچه قالین های دستی سابقه دارتر باشه قیمت از او هم گرانتره. قالین های مقبولی دخت ظریفی داره که هر کس که میبینه جذب از این قالین ها میشه، منتها متاسفانه صاحب از این قالین فروشی نیامد. بریم خود شما جلوتر که ببینیم که به دیگه قالین فروشی ها آیا دوستا هستن یا که نیستن. بیایم خود شما به اینجگا، به دم دروازه هم یک قالین فروشی هست که اجازه هست کاکا جان؟ اجازه هست تا چند دقیقه خود شما صحبت کنه؟ خود سایه بیانیه. خب سایه به از این فروشگاه هم نیست دوستا، هجی کاکا فکر کنم اینجگا شاگردم سایه بیانیه. برم خود شما جلوتر همی رقم که ببینیم که دیگه فروشگاه ها خود دوستا صحبت کنه. بیایم بریم به این طرف خود شما عزیزا که فروشگاه زیاده. کاکا جان خوبم، سلامتم. زنده باشین. شما خوب هستم، سلامتم، زنده باشین. اسم شریف شما؟ اسم ما بسیر احمد. کاکا بسیر احمد جان عزیز، داخل دکن برم خود شما دو دقیقه میمون کنیم مارشته. بیم بریم دکان کلون بریم. کجای دکان کلون شما؟ بیم بفرمایم مارکت. داخل مارکته؟ ما داخل مارکت رفتیم ولی به این فروشگاه کلون گشتیم، منتها صاحب این فروشگاه پیدا نکردیم. خب دوستو، این فروشگاه مقبول و کلون از حاجی کاکا بوده. یک دست بدم که شما با اونجگا بفرماییم بشینیم خود شما چند دقیقه همینجگا بشینیم دو دقیقه. شما رو با اونجگا دیدم یادم از یک داستان آمد. شما اونجگا شیشته ایم بدم دکان خورد که کس نفهمه شما این اندازه سرمایه داریم یا نه دگه گپیه. نه او گپ نیه، او دکان هم از مون اونجا سر بازاره، بخاطر از اینکه داخل مارکت کم دقیقته. بله. بفهمید وقت مشتری نیه، کاروار نیه، دقیقته اونجا سر بازار شیشتیم صد مکم اونجا بیتر تر تیره. ما پیشتر آمدم همی داخل از این دکان شما رو دور زدم داخل از این فروشگاه ولی کسی نبود. یک قالینی هم برداشتم به جلو کامرا نشون دادم. حالا که آمدیم بیرون شما رو دیدیم. راست میگین. اسم شریف شما؟ اسم بسیر احمد. کاکا بسیر احمد جان، اشتن بازار فروش قالین های دستی بخدا چی بگم؟ مره فعلا هیچی کمه. ای به خل نیه. خب اینها که ارزش زیاد داره، دخت مقبولی هم داره، ایت طرف یا سی میکنه ایت آدم کش میکنه، چرا فروشاتی ها کمه؟ گرونه یا نه دیگه گپیه؟ گرون هم نیه، به حساب قیمت هم خیلی خوبه، قیمت هم مناسبه، به حساب مردم نداره، مردم پول نداره، سرمایه پول نداره ولی تقاضا نیه. دقیقا. مثلا یک قالینه که تقریبا 6 متر باشه دستی باشه چند قیمتی آله؟ 6 متر دستی آن آله 6 متر با حساب ما دکان داره 6 متر تا 6 متره. یک 6 متر پیدا میشه با 5000، یک 6 متر به 5000، یکی به 40000، یکی به 30000. اون نظر به من جنس و ظرافت و زحمت کشی که طرف میکنه نظر بزنه. مثلا همین قالینی که به زیر پامونه ای چند قیمت؟ همین قالینی که به زیر پامو شما همین قالین 25000 قیمت. 25000 12 متره. 12 متره 25000. اون همین رقم قالینی تا 1 لک ریپام هست. هست تا 1 لک افغانی. تا به 5000 ریپام هست. دقیقاً. تا به 5000 ریپام هست. چی رقم ارزشش از نگاه دختی و بیشتر یا نگاه کهنه بودن؟ خب دیگه نه اینا خب کهنه نیه، اینا به حساب نو، اینا هم ظرافت و کار از اینا که هست به حساب کیفیت بالا نیه. کیفیت پایین تر، قیمتام پایین تر. دقیقاً. بعضی دوستا میگن قالین دستی هر چی بیشتر کهنه بشه ارزش او بیشتر میشه. راست میگم، اون قالینای هست، اون قالینای خاصیه که اگه اونا به حساب کنه میشه ارزش 10 برابر میشه. اونا باز از این قالینا نیه، اونا با قالینای خاصیه، اونا خاصیه. که اونا باز به حساب خود ما زمانی که میبینیم ما دکاندارا کاسبا میشناسیم. میفهمیم مثلا میگیم این جنس ارزش از این خوبه. فهمیدیم اونا با جنسای خوب. یکی دو تا قالینی هم اگر برام نشون بدیم همون قالینایی که ارزشی و بیشتر نسبت به دیگرا، مثلا انم یک دونه ایر نشون بدیم برای دوستا ببینیم این چی هست. باهو میگیم درا تو شریسن. باهو. او ایسان نرین چه میفته؟
ای به سر نلینچه میفتکه ها؟ دقیقاً دو متر اندازه یک نلینچی. ای چند قیمتی ها؟ قیمت از یک دانه میای 5000. 5000 افغانی. دیگه چی دارم؟ یکی دو مدل دیگه هم نشون بدم که امینا کلگی قالینه. همو قالینی که قیمتی او بالاتر باشه. هم دختی و ظریف‌تر باشه. کدو قالینا شمانه؟ امینا همگی قیمتان بالاتر. مثلا او بالایی رو دارم. گلمی او خواه نشون بدم بر ما که دوستا ببینن. دیگه آمدم به فروش و خرید قالین های دستی دیگه که دوستا ببینن. به به این گلمیه ها، ایشته چیز مقبولیه، عجب بافت مقبولی داره، رنگ مقبولی داره. خب ای چند قیمتی ها؟ قیمت از این 15000 یک دانه. 15000 افغانی. برای سوزنیه. ببینید شما سوزنیه دقیقاً. پشت ازیر که دوستان نگاه کنن دقیقاً میفهمن. ببینیم دوستایی با سوزن کار شده. مثل این همه خم بر شما. بله مثل این خم هایی که با برادم هست با سوزن کار شده. این همه حساب سوزن جور میشه. سوزنی دقیقاً. این نه تنها از این که قیمتی و مناسبه، این ارزش معنوی زیاده داره، درسته؟ بله خیلی ارزش معنوی از این خیلی زیاده. 25000 گفتن درسته؟ 15000 افغانی. 15000 که هیچی نیه که آدم ایر بگیره. سر از این 3 تا 4 ماه مگم 3-4 نفر کار کنه، کار کنه تا ایر بتونه تکمیل کنه. دقیقا 7000 ریپه 7.5 8000 ریپه نخزی میشه. 8000 افغانی نخزی میشه دقیقا. سر از این 3-4 نفر کار میکنه 15000 پوری تا ایر آماده کنه خیلی وقت زیاده میبره. حساب برج 1000 تمام نمیشه که مثلا بر نفر 1000 افغانی بدیم، مزدوری از او بیشتر نمیشه. به برج 1000 دقیقاً راست میگم. چند سال کار میکنه؟ ما به حساب می دکونداری ما که هست تقریبا از 30 سال بالا میشه. 30 سال بالا میشه. ما خود من شخصا دکوندارم. 30 سال قبل تا به حال چی تفاوت کرده از نگاه کیفیت قالین ها؟ و خدا دیگه تا گپی هست که 30 سال پیش که بود قالینا کیفیتی بالاتر بود. بالاتر بود. بخاطر که اون نخی که بود، نخ قالینی که کار نشد نخ خود افغانستان بود. فهمیدین؟ حالا این نخ که بیشتر نخهای خارجی حالا می گالیم که بهمی مقبولی کار شده، نخ از این نخ ایرانه. نخ ایرانه. نخ ایرانی کار شده. بله سابق که بود نخار نخ خود افغانستان بود. بفهمیدین؟ این نخ خود ما بود با اینجگاه خود رنگ میشد. بله. بهترین نخ بود اون نخ. کانال اگمون قرینه که از اون نخ خود افغانستان پیدا کار شده اگه پیدا شه اونا خود اینا فعلا انتیکه. دقیقاً حال ما نمیتونیم نخ نداریم به داخل کشور خود ما. نه دیگه ول بهم خورده همه چیز از بین بره. یعنی فابریکا و همه چیز تولید نخ به هم خورده. بهم خورده نیه دیگه حساب. نمیتونیم افتتاح کنیم بخش نخ رو به اون کیفیت آماده کنیم. فعلا ما و شما نمیتونیم، نه خاطر از این نمیتونیم که فعلا به حساب به می کار شوق علاقه نمونده. دقیقاً همین مارکت که هست، این مارکت سابق که بود وقتی که ما به این مارکت خود بودیم به این مارکت 150 دکون قلیم فروشی بود، فعلا 100 دکون مونده. 100 دکون مونده راست میگه. یکی مونیم یکی همین شرکت با پلوی که هست فهمیدیم همین 3-4 دکون بمونده. سابق همین دکون مارکت 150 دکون بودیم، مارکت مارکت قدیمی کلانه بود 150 دکون قلیم فروشی بود وقتی که پدرام اونجا کاسبی میکرد. ما خود بودیم اون زمان. دلان را 100 دکون مونده. کم کم همین های بین میره. بله راست میگه. انشالله که خدا من رونق بده که این کسب و کار شما هم از بین نره و ما شاهد ازی باشیم که یه روزی خوب رشد کنه. شما از اینکه بیامدیم ما به دکان بلا شدیم کسی نبیده، بس که دل سردیه به کار. راست میگه. دل گرمی نیه، بفهمیدیم دل گرمی به کار نیه، خود ما میریم تا بازاری بعدی بعد خلاص. راست میگه. اختلاط کچه های بخور. بفهمیدیم بازار سعی کن. انشالله که میشه کاکا جان. خدا من برکت بده به کارو بار شما. بخیر باشین. موفق باشین. زنده باشین. خدا حافظ شما. خب دوستای عزیز بریم خود شما به دیگه فروشگاه ها. خب قالین ها زیاد انداخته شده به این جگاه. کاکا جانم چای به دستی آنهای میرم. از چای خونه میدم ماما؟ خواهش میکنم. نمیدم یا میدم؟ بفرمایی من بفرمایی. شوخی میکنم. برم شما عجله دارم. اسم شما؟ اسم ما جلیل احمد. جلیل احمد جان خیلی خوش شدم دیدم شما. به خیر باشیم. بیایم خود شما دوستان اینجگاه ماستن به جمگلات چای نارماستن بگیرم. شما خوب هستم؟ سلامتن؟ شما خوبه؟ یک دفعه کی گیر کردم شما؟ به کجا گیر کردم؟ به دو به کجا گیر کردم شما؟ بلا نمادم یک صد در خودی میبینم شما رو گیر کردم. شما خوبه؟ سلامتم؟ زنده باشین، سلامت باشین. اشته چهره معصومی دارم بلا جان. همیت واقعا معصومیم یا نه چهره شما ایت معلوم بشه؟
اینا اگر... امید جان از ما پرسان کنیم دیگه، اینا امید جان برازاده من هم خیلی آدم هست، خیلی آدم شریف، همین چری اونا همین رقم میگه. خدا من حفظ کنه شما. قالین میفروشین یا نه بیامون این قصه کنین؟ قالین میفروشین. قالین امی از شما نمیفروش با؟ به به. قالین های مقبولی هم میبینم دارن اینجگا. بیشتر کاروبار. کاروبار دیگه دیکونه از دیکونه از یار محمد جان است، کاکا شما نه ها. شما اینجگا بیامدن خود کاکا خوامکاری کنه. شما خوبم بخیر سلامتن. بیایم به کنار ما بشینیم. خود شما رفیق شیم. عکس خودتون رفیق هستین. رفیق ما و شما هم دیگه ما و شما برادره. آه صد فیصد. چاش چی تیار کردیم رفیق جان؟ چاش به اجازه شما بامیه. بامیه من تا به خونه میرم. به خونه میرم یعنی مار جواب میدم از اینجا؟ نمیریم خود شما. خب یعنی مار بر میدارم میبارم به خونه یا نه؟ اینجگا خب دیزی بامیار میارم اینجگا. خب دیزی داره اینجگا. خب ما دیزی ما هم چه کار گفتم بامیه داریم. بامیه هم ما خدمت شما. بامیار میارم به دکان خود شما بزنیم. مشکلی چند نفر میشین؟ یک نفر فیلم بردار ما چهار تا هم ماییم میشین پنج تا. همین اندازه بامیه تیار بشده چند نفر میشه؟ از چهار نفر بشده سه نفر به خونه. خب سه نفر یک نفر دیگه یک خود منو یک خود شما نه. خب یعنی مستقیم مار میگم برم دیگه برات کار خوده که ما بامیه نمیدیم به شما. حق از اینا هم دیگه پامال نه. خب شما دیزی بخوریم ما بامیه ما به شما بامیه میاریم. خیر مشکل نداره بزنه دیزی میاریم. خود شما شوخی میکنم خدا من شما رو حفظ کنه. ایشتر کاروبار قالین قالین های دستی مزه نداره. دعا میکنیم که کاروبار شما بهتر بشه. قالین های دستی که هست مثلا همی جای نماز قیمتی و چنده؟ این 1000 قیمتی. 1000 افغانی ها. این کار دست دیگه. این کار دست. هر چی داره ما آماده کنیم کار دست. دقیقاً این چیه؟ این به حساب چیزه خوب. اصلی از این کست ای به صبح حیوانات استفاده میشه. حیوانات استفاده میشه. ولی همیت نمایشی گذاره. بند چیزی گردن بند چیزی بله. اون تا باز بزه به دیکوری هم اینجگاه هم با استفاده میشه. استفاده میشه بله. قالین های دستی که 6 متر باشه حال قیمت های اینا چنده؟ 6 متر قالین دستی اینا قالین نخت ثابت نداره. نداره فرق داره قیمت. فقط هر فرش به تناسب به دیزاین و نخ‌خطار و کاری و قیمتی و بروی ثابت میشه. ثابت میشه بله. این تنیه که مثلا بگیم که شما همین 6 متره 10000 تمام 6 متره 10000 باشه. 6 متره ما با 5000 هم داریم. 6 متره ما با 50000 هم داریم. بله فرق داره. فرق دقیقاً. بله. دقیقاً. بعضی از دوستان ما میبینیم که قالینچه های میخرن میبرن داخل زینه میندازن که اینا پا بخوره کنه ترش قیمتی و بالاتر بره. همین گپ هست قیمت بالا بله. میره. بعضا فرشای هست که کار کنه ارزش بالاتر میره. بالاتر میره. بعض فرشای هست که کار کنه خرابتر میشه. خرابتر میشه. ایران باز کاسب کار میفهمه. کاسب کار میفهمه. باز اما که پا میخوره کنه میشه کی میخره؟ دیگه او تجارتی میشه. تجارتی بلیو. میشه. فرش نو برای استفاده هست با فرشی که کنه میشه او تجارتی میشه. با میره خارج میره. دقیقاً میره خارج. باز خارجی که باشه فرش نو نمیخره. باز خارج چه کار میکنه؟ او رو داخل خونه میندازه یا نه؟ دیگه خارج دیکوری استفاده دیکوری میکنه. استفاده آه به زیر دست پا استفاده نمیکنم. یک جای تشوقیانه رو دیوال میزنم یا روی یک میزی میندازنم. البته فرشی که با ارزش باشه. با ارزش باشه دقیقا. نه دی باشه. بله. تشکر خیر ببینیم. موفق باشید. خدا من برکت بده به کاروبار شما. دوستای عزیز قالین میبینین که به هر طرف در داخل از این مارکت زیاده دیگه. فروشگاه ها کمتر از فروشگاه های قالین به خاطر که مردم پول ندارن و کمتر قالین های دستیر میگیرن. خب دوستای عزیز گزارشی بود که از فروش و خرید قالین های دستی تقدیم حضور شما عزیزان شد. لطفا نظریات خود را در کامنت با ما شریک بسازید. تا درود دیگر خدا نگهدار همه شما عزیزان.